ما ضرر میکنیم بقیه داری داد میکنه. اصلا برای من خنده داره، یعنی باعث تاسفه که تیم ما ضربی میبینه، تیمای دیگه اعتراض میکنن. اتفاقاتی برای استقلال افتاده که من این به عنوان سرمربی استقلال اصلا احساس میکنم که خب دوست ندارن استقلال قهرمان بشه. بخواین من اینجا 10 تا مورد به شما میگم. شما فیلم مارمولک رو دیدی؟ راه‌های رسیدن به خدا رو دیدین؟ میگه یکی یکی. میخواین من الان به شما راه‌های این که استقلال قهرمان شه رو یکی یکی بهتون میگم. گذاشته بودم آخر فصل بگم، الان میگم. یادداشت میکنید؟ 1. برین استادیوم، ساعت 3 بازیه. 1:30 فدراسیون نامه بزنه دو تا بازیکنت نمیتونن بازی کنن. یعنی یه تا انقدر هماهنگ، انقدر برنامه ریزی شده، یعنی تایم به ما ندن که ما اصلا ما با ارنج رو گفتم رفتم تو زمین، میگن این دوتا نمیتونن بازی، این بازی محلی محلات بازی میکنن، همه بسیج شدن آقا این دوتا سربازن. چی کار کردیم با این دوتا جوان؟ جام جهانی ازشون گرفتید، چجوری اصلا دلتون میاد شب بخوابی؟ چجوری الان اصلا کسی میدونن سیاوش وضعیت رویش چجوریه، حسین چجوریه؟ اینا که دارم میگم بهونه نیستا، دارم یکی که میگم یادداشت کنین. شماره 3 باز، یعنی راه ها رو دارم میگم یکی یکی. تیم استقلال رو نیمه اول 10 نفره کنید که ببازه. من الان پیشنهاد میکنم رای دیگه پیدا کنید، 10 نفر هم تیم مجیدی نیبازه. ولی من میگم این هواداره استقلال، من بازم اول صحبتام دارم میگم ما، من بهونه نمیارم اصلا، دنبال بهونه دوره نگم فرار به جلو کرده، ولی واقعا این صحنه برای تیم دیگه اتفاق بیفت. اصلا کارهایی که مربیای دیگه کردن من کرده بودم، به قرآن مجید ساعت 12 ظهر میدون آزادی دارم زده بودی همون روز. من یه مصاحبه کردم گفتم دکون باز کردن، شما دیدین چیکار کردن برای من؟ ممنوع کاری. 8 صبح زنگ میزنن آقا 5 میلیون بهت جریمه شدی. فرقش چیه؟ من نمیدونم فرقش چیه. اگه این کارهایی که من کنار زمین، این کارهایی که با داور من کرده بودم، چی کار میکردیم با من؟ به خدا 12 ظهر میدون آزادی من دار زده بودیم. این اتفاقی که افتاد امروز، من میگم آقا اصلا داوری. ولی کلن من احساس میکنم که این کسی که الان بخواد معترض باشه، طلبکار باشه، ما این رفت و برگشت دربی پنالتی ما نگرفتن، ما باید طلبکار باشیم. بقیه صحبت میکنن اصلا من نمیفهمم با چه روی صحبت میکنن. تیم منو نیمه اول 10 نفره میکنن، حالا یه راه دیگه پیدا کنید، یا مثلا 9 نفره کنید. پس سوال دومی که خودتون چقدر به این قهرمانی امیدوار هستین، حالا با توجه به همه این سختی ها و اتفاقات و به قول خودتون قاشیه که براتون درست بود. شما شک نکنید، به بازیکنان هم گفتم، بازیکنان من شایسته این بازیکن برای کسب قهرمانی هم، الکی شلوغش نکنید. بازیکنان من بهترینن تو ایران. تیم استقلال 24 هفته نشون داده بهترینه. پس الکی دنبال داستان نباشید. چطور نمیدونم تو سالهای دیگه این مسائل نبوده، فقط امسال اتفاق افتاده، سال دیگه تیمای دیگه قهرمان شدن، هیچی نبوده. بچه های من بازیکنان استقلال شایسته ترین فرد برای کسب قهرمانی.